برای چی به سیگار پیش داری؟ فقط من مردم گیر شدی هیچ کار دیگه، فقط من مردم گیر بشن. داداش شما بچه بود خیلی شیطون بود، مخصوصا وقتی میخورد به تور پسرخاله و پسردایی و اینا اصلا یه موجود دیگه میشد. خونه با بزرگم اینا بودیم، یه روز دیدیم اینا دارن میان و یه مار تو دستشونه. بعد ماره رو آوردن انداختن تو حوض آب. ماره بنده خدا این سکته ای شده بود، نمیتونست شنا کنه، یه وری شنا میکرد. گفتم اینو چیکار کرد؟ گفت تورا فقط میچرخوندیمش. الان مردم بعد اینجوری کرد، فقط به چرخوناشو گیج شدن. بخریم نخریم بفروشیم، الان بریم پرا. پراجو باز کردن 4 دقیقه بسته شد، دور شد. متوجه شدید؟ بعد فقط اخبار داد بیداد این طرف. آی آقا چی شده؟ علم الهدا اینجوری گفته. علم الهدا چی گفته؟ این طرف امام جمعه کرج اونجوری گفته. این طرف اون آقا میدونستی حوزه علمیه فلانجا 5 میلیارد تومان بودجه؟ آقا جون مادر اخوندا اونجا رو هم ول نکردن. اون طرفو داری، اما از چی غافل؟ از این که سیستم بانکی زیر نظر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی آقایون روزی 1000 میلیارد تومان داره تولید نقدینگی. ما یه سری از آمارا رو از رو بانک مرکزی برمی‌داشتیم تو سخنرانی‌ها می‌گفتیم، اخیراً بخشنامه کردن آمارا رو بانک مرکزی هم نمی‌ذارن. همین میگه بابا اینا چرا می‌ذارید اینا برمی‌دارن میرن اینور میگن روزی 1000 میلیارد تومان. آقای نوبخت عزیز بزرگوار، برنامه‌ریز ابر برنامه‌ریز کشور، ایشون میگه من شب یاریز یارانه‌ها عزا می‌گیرم. شنیدید یا نه؟ میگه دولت شب ماهی چقدر یارانه مگه شما میدی؟ 3.5 میلیارد تومان. سالش میشه 39000 میلیارد تومان. جهنم و زلر 40000 میلیارد تومان. پول 40 روز تولید نقدینگی بانکای کشور. تو برای 365 روز سال عزا نمیگیری؟ بودجه دفاعی کم شه. بودجه بسیاری از ادارات کم شه. بودجه شرکت‌های دولتی بزنه بالا. چرا؟ چون بودجه شرکت‌های دولتی رو مجلس بررسی نمی‌کنه. چند هست؟ هیچ داداش، اشتباه نکنه بری چک کنی. 1200000 میلیارد تومان. بعد ملتو میگن داداش اون 5 میلیارد در دیدی اونجا؟ چرا؟ چون مردم رو روحانیون حساسن.